و چیزی که بسیار اهمیت دارد برای پزشکان و پرستاران و اونهایی که تماس با مریض ها و بیمار ها و مجروح ها دارند این است که روح عطوفت در اونها باشد. یکی از اموری که کمک میکند به خوب شدن مریض ها و اعاده صحت برای اونها این است که پزشک اونها، پرستار اونها به اونها تقویت روانی بدهد، عطوفت به اونها و امید دادن به اونها و وعده سلامت به اذن الله برای اونها کمک میکند به صحت اونها. کمک شماست برای کارهایی که انجام میدید. هرچه خوب رفتار کنید با اونها برای شما پیش خدای تبارک و تعالی اجر است. فرضاً یک مریضی به نظر شما حتما از این مرض نجات پیدا نمی کند، لکن اولا اینکه دست غیب هم در کار هست که اون ما برای نظر امثال ماست و شما هم مایوس نباشید، و ثانیا اینکه چه بهتر که یک مریضی که از این دنیا میخواد برد با دل خوش از شما برد، با امید باشد. اینطور نباشد که به او گفته بشد تو خوب نمیشی. همین در زود مردن او و در طولانی شدن مرض او کمک میکند و با دل افسرده از این دنیا میرد، لکن اگر بهش امید دادید، محبت کردید، نوازش کردید، خدمت صادقانه کردید، با روی خوش خدمت کردید به این مریض ها که افسرده اند اکثرا، اگر اینطور باشد بر فرض اینکه از این دنیا هم برد با یک روح امیدوار و شیرین از این دنیا میرد و این برای شما ارزشمند است خیلی.